آینده چه برنامه‌ای برای تعامل بین انسان و ماشین‌ها داره؟ واقعیت سیال که توسط یک تیم آمریکایی ساخته شده با این نمونه XR راه خودشو به آینده باز کرده. امروزه اصطلاح XR تمام فناوری‌های مرتبط با واقعیت مجازی یا واقعیت ترکیبی رو در بر می‌گیره. این ابزار کمک خیلی بزرگی می‌تونه بکنه. روی نوک انگشتان دستکش پیکسل‌های لمسی قرار داره و توسعه دهندگان این محصول توی هر سانتی متر مربع 20 پیکسل قرار دادن. این دستکش درست مثل یه پمپ هیدرولیک کار می‌کنه که نیازی به فشار دادن هیچ چیز نداریم. این وسیله از طریق یه صفحه الکتریکی کار می‌کنه. حباب‌های کوچیکی که توی این پیکسل‌ها قرار دارن، یه احساس فشار رو برای کسی که این دستکش رو پوشیده ایجاد می‌کنن. سازندگان این دستکش مطمئن هستند که اگر این وسیله وارد بازار بشه، $1000 ارزش خواهد داشت که 5 برابر ارزان‌تر از همین وسیله است که توسط سازنده‌های دیگه ساخته شده. پروژه سیلیکا یه تکنولوژیه که داده‌ها رو توی صفحاتی مثل شیشه ذخیره می‌کنه. این موضوع ممکنه مثل یه فیلم علمی تخیلی به نظر برسه، اما در حقیقت یه اختراع واقعی و کاربردیه که توسط شرکت مایکروسافت توسعه پیدا کرده. طبق اشاره‌ای که شده، این صفحات در ابعاد 75x75x2 میلی‌متر ساخته شدن که میتونن تا 75.6 گیگابایت اطلاعات رو توی خودشون ذخیره کنن. این وسیله از یه لیزر برای ایجاد الگوهای سه‌بعدی کوچیک استفاده میکنه تا داده‌ها رو ثبت کنن. برای بازیابی این اطلاعات هم سیستمی بر اساس الگوریتم‌های مصنوعی ایجاد کردند که این صفحات میتونن در برابر خراش‌های میدان مغناطیسی و حتی جوشیدن هم مقاومت کنن. داده‌های ذخیره شده میتونن تا تقریباً 10000 سال دوام داشته باشن. مایکروسافت استفاده از این صفحه رو توی کلود سرویس پیشنهاد کرده. موتورولا برای نوآوری اختراع جدیدی نیست. در سال 2023 شرکت لنوو از نمونه اولیه یه تلفن همراه هوشمند انعطاف‌پذیر و جالب رونمایی کرد. این گوشی به قدری منعطفه که حتی میتونین اونو دور مچ دستتونم ببندین. در واقع شما همزمان هم یه گوشی هوشمند دارین و هم یه ساعت هوشمند. علاوه بر اون دیگه برای گوشیتون نیاز به پایه هم ندارین و میتونین حین خوردن نهارتون از فیلم هم لذت ببرین. این گوشی یه شکل معمولی به ابعاد 6x9 اینچه که وقتی خم میشه به اندازه 4x6 اینچ میرسه. اگرچه این گوشی داره به تولید انبوه میرسه، با این حال شرکت موتورولا در سال 2016 مفهوم مشابهی رو از این گوشی به نمایش گذاشت. برای همین به نظر میاد یه نفر توی این شرکت به این ایده علاقه داشته. یه کمپانی ژاپنی وسیله متحرکی رو ساخته که به اندازه یه ماشین میمونه و میتونه به راحتی 4 نفر رو حمل کنه. کمپانی سازنده این ربات اونو مخصوص سرگرمی طراحی کرده و این یه موضوع تصادفی نبوده. اسم این ربات SRO و با سرعت بسیار پایینی حرکت میکنه، اما میتونه بچرخه، خودشو جمع کنه و هیجان و نشاط رو برای مسافران به ارمغان بیاره. این ربات رو میشه از راه دور کنترل کرد. اگرچه هنوز با ربات‌های جنگ ستارگان فاصله داره، اما میشه همچین ربات‌هایی رو توی پارک‌ها ببینیم. کی میدونه، شاید نمونه‌های بعدی بزرگتر هم باشن. البته این ربات با ارتفاع 1.9 متری توجه خیلی ها رو جلب کرده. اسپیکرهای قوی فقط برای مهمونی‌ها و صداهای بلند ساخته نشدن، چرا که اونا میتونن برای خاموش کردن آتیش هم مورد استفاده قرار بگیرن. دانشجویان دانشگاه جورج میسون در ایالات متحده کپسول آتش نشانی رو بر پایه صدا ساختن. اگرچه ایده این کپسول جدید نبوده، با این حال وسیله‌ای فشرده و پرکاربرده و به خوبی تونست توی آزمایشات شعله‌های الکل رو خاموش کنه. این کپسول از فرکانس بین 30 تا 60 هرتز بهره می‌گیره. دانشجویان فقط $600 برای این پروژه هزینه کردن و قصد دارن این کپسول رو روی هواپیماهای بدون سرنشین نصب کنند.